آقای مصداقی، امروز جلسه دوم دادگاهی حمید نوری هم برگزار شد و تموم شد. میشه لطفاً درباره روند امروز برای ما توضیح بدید؟ امروز در ابتدا دادستان مطرح کرد موضوع نقض قوانین بین المللی رو و اینکه جنایت جنگی صورت گرفته و در یک درگیری بین المللی در واقع اقامات نظام اسلامی بر اساس فتوای خمینی زندانیان رو مجاهد رو در زندان قتل عام کرد و موارد مطرح کرد که مبنی بر اینکه مجاهدین در عراق بودن، اونها از طریق دولت عراق هم حمایت مالی می شدن، هم تسلیحاتی می شدن، هم دارای پایگاه در عراق بودن و پادگان اشرف در عراق بوده و بعد اینها در واقع بعد از پذیرش عهدنامه به حمله کردن در عملیاتی که رژیم مرصاد بکنه و مجاهدین فرو به جاویدان و بعد اشاره کرد دادستان به فرمان مسعود رجوی به نیروها مبنی بر این که شما شهر به شهر جلو خواهید رفت، به تهران خواهید رسید و در هر شهر زندانیان ما، زندانیان سیاسی مجاهد به شما خواهند پیوست. این چیزی بود که دادستان در تشریح که برخواستش آورده بود و همچنین دادستان تشریح کرد چگونگی تشکیل پرونده رو، اشاره کرد به این که در تاریخ 4 نوامبر از طریق دفتر حقوقی مکوی آقای کاوه موسوی به عنوان متخصص و خانم ربکا مونی به عنوان وکیل پرونده‌ای رو تشکیل دادن بر اساس شکایت من و بر اساس اظهارات من و همچنین آقای حمید اشتری به عنوان شاهد. این پرونده تشکیل شده و بعد همین پرونده منجر شده به صدور حکم دستگیری حمید نوری در سوئد و امروز او در مقابل دادگاه قرار گرفت. از جمله اشاره کرد به بخشی از کتاب من و خاطرات من و در ارتباط با کشتار 67 عنوان سند، همچنین اشاره کرد به دادگاه ایران تریبونال و تصمیمی که اینجا گرفته شده، اشاره کرد به کمیسیون حقیقتیاب در لندن و دادگاه نمادین و مردمی در لاهه، همچنین اشاره داشت به گزارش قاضی جفری رابرتسون و به ابتکار بنیاد برومند این گزارش تهیه شده و به گزارش عفو بین الملل و دیگر گزارشات بین المللی، سازمان های بین المللی در این ارتباط و همچنین اشاره کرد به کتاب های زندانیانی که در ارتباط با موضوع کشتار 67 نوشته شده، همچنین اشاره داشت به کتاب من و کتاب مهدی اصلانی و همچنین دیگر کتاب هایی که بوده و در بعد از ظهر دادستان اشاره داشت به نقش حمید نوری و چهره هایی که در کشتار 67 نقش داشتند، از نیری و همچنین رئیسی نام برد، از اشراقی نام برد و از پور محمدی و همچنین سید حسین مرتضوی زنجانی که یک موقعی رئیس زندان گوهردشت بود و بعداً رئیس زندان اوین. همچنین در موارد دیگه رو که مطرح کردن نقشه های زندان بود، چه نقشه های هوایی که بود و همچنین نقشه هایی که من در کتاب ها کشیده بودم با جزئیات نشون دادن راهروی مرگ کجاست و در کجا دار می زدن، سبیلای انفرادی کجا بوده و خود دادگاه دقیقا در کجا بوده و محلش رو روی نقشه بر اساس اون چیزی که من کشیده بودم نشون دادن و اشاره داشتش دادستان به همچنین اظهارات یا گزارشات سازمان های بین المللی در ارتباط با کشتار 67 و همچنین به خاطرات زندانیان اشاره داشت. البته در دادگاه به خاطر سر و صدایی که ایجاد کرده بودند در بیرون از دادگاه هواداران مجاهدین مورد اعتراض قرار گرفت توسط حمید نوری و قاضی دادگاه
دادگاه رو تعطیل کرد تا اونها رو ساکت کنند و بعد دادگاه به کار خودش ادامه بده. امروز وقفه در این زمینه به وجود اومد. مسئله بعدی که در واقع مجاهدین مطرح کردن برخلاف ادعای دادستان اینه که موضوع زیر پا گذاشته شدن حقوق بین الملل در ارتباط با جنگ ایران عراق و که مجاهدین و همه مجاهدین در واقع نقض قوانین بین المللی از طرف رژیم جمهوری اسلامی هست، این رو زیر سوال بردن که در واقع رد ادعای دادستان توسط وکیل اون هست. خیلی ممنونم از شما.